مالزی جز وان دست کشورهایی است که برای گردشگری و سفرهای توریستی گزینه بسیار جذابی است. مطابق با تمهیداتی که کشور مالزی برای بالا بردن میزان گردشگری در نظر داشته، دور از انتظار هم نیست که این کشور برای سفرهای تفریحی گزینه بسیار مناسبی باشد. از جمله مزایایی که مالزی برای برخی از کشورها از جمله ایران در نظر دارد، لازم نبودن داشتن ویزا برای سفرهایی به مدت 2 هفته است. اما توجه داشته باشید که اگر خواستید حتی 1 روز بیشتر بمانید، باید به سفارت این کشور مراجعه کنید. موضوعی که در این برنامه می‌خوایم درباره اون صحبت کنیم، شهر آی سی تی در مالزی است. این شهر به نورهای دیجیتالی معروف است و در واقع یکی از جاذبه‌های جذاب و دیدنی این کشور به شمار می‌رود. همونطور که میدونید، مالزی کشوری گرم سیره و حتی تصور دیدن برف در اون هم میتونه خارج از انتظار باشه. اما به تازگی در این کشور شرایطی فراهم شده که گردشگرانی هم که به هوای خنک متمایلند، مالزی را در لیست سفرهای خود قرار میدهند. شهر هوشمند آی سی تی یکی از جاذبه های معروف شاه عالم، مرکز ایالت سلانگور به حساب میآید. همچنین خیلی به پایتخت نزدیک است و در تاریکی شب روح زنده‌ای به خود می‌گیرد. زمانی که در این کشور باشید، در هنگام شب جنگلی از درخت‌ها و حیوانات مصنوعی با هزاران لامپ نورانی که می‌درخشند را مشاهده خواهید کرد. شاید به همین خاطر است که آی سی تی در مالزی به نام شهر نورهای دیجیتالی شناخته می‌شود. شهر آی سی تی در مالزی مساحتی برابر با 29 هکتار داراست و با هدف ایجاد شهری هوشمند در این کشور ساخته شده است. آی سی تی در مالزی در کنار بخش‌هایی مانند ساختمان‌های مسکونی و هتل‌ها، این شهر با مراکز خرید و مراکز تفریحی پذیرای گردشگران است که به سمت آن می‌آیند. این شهر از سوی تراول سی ان ان در بین 25 مکان پر نور و پر رنگ دنیا انتخاب شده است. شهر آی سی تی به خاطر رقص نورهای شب و پارک برفی که در خود دارد، توانسته به عنوان یکی از جاذبه‌های بسیار جذاب این کشور به حساب بیاید. کسانی که به این شهر سفر می‌کنند، بیشتر از موزه‌های خاص، سواری‌های هیجان‌انگیز، پارک آبی و موزه‌های سه‌بعدی که در آن وجود دارد استفاده می‌کنند. اگر بخواهیم قسمت‌های مختلف آی سی تی را دسته‌بندی کنیم، شهر نورها و پارک برفی در صدر آن است. بعد از آن هم پارک آبی، فرش قرمز و موزه، موزه تریک آرت یا خانه وحشت و تئاتر 5 بعدی هم جزو بخش‌های هیجان انگیز آن خواهند بود. پارک برفی. شهر آی سی تی در مالزی همانطور که گفتیم جاذبه‌های مختلفی دارد که یکی از آنها اسنوواک است. این بخش از شهر یکی از معروف‌ترین بخش‌های آن است و عمده دلیل شهرت آن هم همین است. پارک برفی در مالزی پنگوئن‌ها، مجسمه‌های یخی و اتاق‌های برفی بسیار جذابی دارد. با اینکه دمای این محوطه سرپوشیده کمتر از 5 درجه است، اما هنگام ورود می‌توانید لباس و چکمه هم کرایه کنید. همچنین در داخل اسنوواک با سلفی در کنار اسکیموها، سورتمه‌های کوچک و آدم برفی‌ها لحظه‌هایی به یاد ماندنی ثبت کنید. در این بخش از شهر آی سی تی در مالزی می توانید چند دقیقه از گرمای این کشور به دور باشید و جالبه بدونید که این منطقه برای خود مالایی ها هم شگفت آور است. این شهر برای تمامی سنین گزینه تفریحی مناسبی است. اگر در هنگام سفر به مالزی کودک همراه خود دارید، پیشنهاد می کنیم زودتر از هر جایی به آی سی تی سفر کنید. کودکان عاشق بازی در سرسره های رنگین کمانی هستند. هرچند خودتون هم میتونید در جکوزی بزرگ و استخر موجدارش استراحت و تفریح کنید. قسمت هیجان انگیزی که در پارک آبی وجود داره بخش سرسره تورنادوست که حدوداً 48 متر ارتفاع داره. بسیار خوب دوستان، ممنون که تا آخر این برنامه هم با ما همراه بودید. حتما نظرتون رو برای ما کامنت کنید. در آخر هم اگر از دیدن این برنامه لذت بردید، حتما اون رو با دوستاتون به اشتراک بگذارید و فراموش نکنید برای دیدن برنامه‌های جدید ما این صفحه رو دنبال کنید.